إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ازواجه وذريته. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت امروز ما در برنامه فصل الخطاب در مورد اینه که بشر میاد برای خدا بخواد تکلیف مشخص کنه و بگه که آنچه که من باید بهش ایمان بیارم بایستی دارای این صفات باشه، بر این اساس باشه. خودش میاد معیار قرار میدهد، نه اینکه خدا میزان قرار بدهد. خودش میاد یه میزانی قرار میده و میگه بر اساس این میزانی که من قرار دادم به چی ایمان نمیارم، به چی ایمان نمیارم. آنچه که بهش ایمان میارم بایستی اینگونه باشه، 1، 2، 3، 4، 5. اگه اینها درش نباشه من ایمان نمیارم. پس خودشو در اینجا ملاک و معیار قرار داده، خودش اومده یک میزانی قرار داده و اگر اینگونه که خودش بخواهد باشد قبول میکنه، ایمان میاره. اگه نباشد هم که هیچی دیگه، ایمان نمیاره، قبول ندارد. حتی اگه در ظاهرم ادعای ایمان کند بر اساس این میزانی که قرار داده. خب الان کسی که میخواد بهش ایمان داشته باشه ناقص هست. در اینجا ما به میزان و معیارهایی که بشر قرار داده برای قبول کردن نبوت یک پیامبر، که کسی که پیامبر خداست باید چه صفاتی داشته باشه، خودش میاد این درست کرده، میزانی که خودش الان قرار داده، که وقتی این صفات داشته باشه این وقت هست که قبول میکند و ایمان میآورد. اگه نباشد هم هیچ، ایمان نمیآورد. در بحث نبوت هستیم، تشابهی که الان در بین گمراهان در طول تاریخ بوده که آنها بر خدا میخوان حکم کنند، به خدا میگن که تو بایستی کسی بفرستی که بر اساس میزان و معیار ما باشه، اونچه که ما بخواهیم تو باید بفرستی، نه این چیزی که خدایا تو خودت بخوای، نه اون چی که ما بخوایم. در قرآن ما لااقل دو نمونه از اینو ذکر میکنیم، یکی از مشرکین مکه هست، دیگری از اهل کتاب یهود هست، و سوم هم که شرط و شروط گذاشته بر خدا روافض هستند که یک پیامبر باید چه صفاتی داشته باشه که ما بهش ایمان بیاریم. اگه این صفات نداشته باشه دیگه پیامبر نیست. خب تموم شد دیگه، وقتی نیست این صفات نداشته باشه دیگه به نبوت قبولش ندارن دیگه. وقتی میزان قرار میدی بر اساس این میزان نیست، یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از دید من پیامبر نیستی، از سوی خدا فرستاده نشدی. دقت کنید، الان معیار معیار اوست نه معیار خدا. میگه هر چیزی که من گفتم اگه این باشد این پیامبر خداست، نیست خلاص تموم شد، من قرار دادم. پس اینجا داره بر خدا حکم میکند، شرط بر خدا میذاره و خدا بایستی پیرو خواسته های اینها باشد. ببینم مشیت اینها چیه، اینها چی بخواهند، که باعث خدا هم بر اساس معیاری که اینها قرار دادند
خدا پیامبر رو بفرسته. سبحانه و تعالی عما یصفون و عما یشرکون. خب ابتدا بریم سوره زخرف آیات 31 و 32 از سوره مبارکه زخرف که در این مورد هست، ببینیم چی میگه و بعد توضیح بدیم. آیات ابتدا میشنویم با صدای مرحوم منشاوی رحمت الله علیه و اسکنه الله فسیح جناته. بله، گفتن که چرا این قرآن بر یکی از شخصیت‌های بزرگ دو شهر بزرگ یعنی مکه و طائف نازل نشده؟ بعد یکی از شخصیت‌های این دو شهر انتخاب بشن، یعنی الان خودشون یه معیاری قرار دادن. اینها میگن که نبی اگه باشه بایست یا از مکه باشه یا از طائف باشه، از سران این دو شهر باشه. پس داره میزانی قرار میده، میگه اگه از اینها باشند، اگه نبوتی در کار باشه، چرا بر محمد نازل بشه؟ چرا محمد به عنوان نبوت نبی مبعوث بشه؟ کسی که فقیر هست، یتیم بوده، در جامعه جایگاهی نداره، چرا بایستی این عنوان نبی انتخاب بشه؟ اگه بحث نبوت هست بایستی از این بزرگان یکی انتخاب بشه، یکی از بزرگان مکه، یکی از بزرگان طائف، نه محمد. دقت می‌کنید؟ یک معیاری الان اینها برای خودشون قرار دادن که بر اساس این معیار اگه داشته باشه میگه خب اشکال نداره، نبی باشه ما ایمان بهش میاریم. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. که دیگه خداوند در رد بر گفتار اینها که خداوند بهشون میگه که اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها میخوان رحمت خدا را تقسیم کنند؟ مگه به دست شماست؟ شما میخواید برای خدا تکلیف مشخص کنید که چی بایستی نبی بشه، کی بایستی نبی نباشه؟ دقت کنید. اهم یقسمون رحمت ربک، شما میخواهید برای خدا تکلیف مشخص کنید؟ پس نمیشه. میگه اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها میخوان رحمت پروردگار رو به حساب مشخص کنند؟ اینا میخوان برای خدا تکلیف مشخص کنن؟ اهم یقسمون رحمت ربک،
که در همین سوره بود دیگه، که خداوند بعد در ادامه آن می‌فرمایند که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما زندگی دنیا را هم در دنیاشون، معاششون، رزق و روزیشون رو ما مشخص کردیم، ما اومدیم این کار کردیم، شما دخلی در رزق و روزی مادیتون ندارید. حالا شما میخواهید برای خدا در بحث نبوت بیایید، برای خدا تکلیف مشخص کنید. میگه دنیا، امور دنیاویتون ما به خودتون واگذار نکردیم، رزق و روزی ما در جهان قرار دادیم بر اساس قانونی است که ما قرار دادیم. این قانون ماست که قرار دادیم. شما الان چطوری میخواهید در مورد نبوت، در مورد اینکه خدا کسی را به عنوان نبی انتخاب کنه، شما بیایید نظر بدید و بگید که نه، ما اگر این صفات داشته باشه ما به تو بهش ایمان میاریم، اگه نداشته باشه ما بهش ایمان نمیاریم. ها اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها رحمت خدا را تقسیم میکنن؟ اینها دارن بر خدا میخوان حکم کنن، بر خدا قانون بذارن، شرط و شروط میذارن؟ خب الان شما چه فرقی میبینید بین تعریفی که توصی کرده برای اینکه چه کسی به عنوان ما نبی میشناسیمش، قبولش کنیم، وقتی که توصی میگه یک نبی باید معصوم باشه، هیچ اشتباهی نکنه قبل از نبوت، بعد از نبوت؟ از کجا؟ خب این تو قرار دادی، تو داری بر خدا حکم میکنی جناب آقای توصی، تو داری بر خدا یه قانونی برای خودت گذاشتی، بر اساس این قانون داری به خدا میگی که کسی که میخوای من بهش ایمان بیارم باید اینگونه باشه، اگه اینگونه نباشه من بهش ایمان نمیارم. غیر از اینه؟ آقا شما اگر میتونید چیزی دیگه غیر از این بگید بفرمایید. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اینجا هم صفحه لپتاپ داشته باشیم، بفرمایید جناب توصی در این مقاله‌ای که قبلا هم نشونتون دادیم، دانشگاه علامه طباطبایی، میگه چی؟ میگه عصمت شرط اساسی است برای همه انبیا و ائمه. کی اینو قرار داده؟ جناب آقای توصی. میگه اگه معصوم باشه ما قبولش میکنیم. خب معصوم کیه؟ میگه که هیچ گناه کبیره یا صغیره قبل از نبوت و امامت و بعد از نبوت و امامت مرتکب نشده باشه، چه عمدی چه فراموشی. یعنی اگه کسی مرتکب شد دیگه نبی نیست، دیگه بهش ایمان نداریم. آقا شما چی از این میفهمید؟ غیر از این هست؟ میگه اگر کسی گناه کبیره‌ای یا صغیره‌ای قبل از نبوتش، بعد از نبوتش مرتکب شد، چه عمدن باشه چه فراموش کرده باشه، رو فراموش باشه دیگه نبی نیست، معصوم نیست. چرا؟ میگه نبی باید معصوم باشه. وقتی که مرتکب گناه شد پس معصوم نیست، وقتی معصوم نیست نبی نیست، نبی نیست پس بهش ایمان نداری دیگه. چیزیست که جناب آقای توصی شیخ روافظ داره میگه دیگه. اگر شما غیر از این دارید میتونید چیزی برداشت کنید بفرمایید. و قالوا لولا نزل هذا القرآن، نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اینجا میگه فالعصمه شرط اساسی من جميع الانبياء والائمه، صغیره و کبیره قبل از نبوت بعد از نبوت فراموش، ادروی فراموش باش، ادروی ام هیچ کدوم انجام نمیده. اهم یقسمون رحمت ربک،
تو می رحمت خدا را تقسیم میکنی؟ تو میای میگی که باید چی کس این صفات داشته باشه که من اونو به عنوان نبی انتخاب کنم؟ تشابهی که الان شما در این افکار میبینی، در این فکر، چون که یک فکر جاهلی است، یک فکری است که هیچ ارتباطی با قرآن نداره، عالم تخیل هست، وهم هست. یکی رجال و تقدیس میکردن از نظر مادی، مادیگرا بودن، شخصیت های عظیم مکه، طائف میگه اینا بعد انتخاب میشدن، یکی از این بزرگان مکه بعد به نبوت میرسید، یکی از بزرگان طائف به نبوت میرسید. اینها هم از طرف دیگه غلو در تقدیس افراد در باب معنویات و روحانیاتش. هر دو جاهلیت هست، هر دو به دور از قرآن هست، هر دو داره بر خدا حکم میکنه، داره برای خدا تکلیف تعیین میکنه. جناب آقای طوسی اینجا برای خدا تکلیف مشخص میکنه که کسی که فرستادی اگه این گونه باشه من بهش ایمان میارم، دیدگاه من اینه. جناب آقای طوسی و باقی علمای روافض میگن که آقا دیدگاه ما این است که هر کس این صفات داشته باشه، این شرایط داشته باشه، من اینو قبولش میکنم که از سوی خدا اومده. اگه این شرایطی که من گذاشتم نداشته باشه، از سوی خدا نیست. داره شرط میزنه بر خدا دیگه. بر اساس این شرط هم گفتیم که نبی دیگه نیست. نبوت انبیا، اصل نبوت همه این کار داره میشه دیگه. آقای طوسی داره نبوت حضرت محمد مصطفی، موسی و باقی انبیا همه را انکار میکنه. حالا در مورد عیسی علیه السلام ما چیزی در قرآن نداریم یا در احادیث نداریم، ولی انسان انسان هست، اشتباه میکنه. خیلی طبیعی است انسان اشتباه میکنه، حالا ذکر شده باشه یا نشده باشه. این صفت انسان هست، صفت ما انسان ها هستیم، اشتباه میکنیم. پس این که میاد جناب آقای طوسی این قاعده و این قانون رو میذاره و به خدا میگه که اگه تو فرستادی با این شرایطی که من قرار دادم، من قبولش دارم، بهش ایمان میارم، وگرنه نه، من اینو پیامبر نمیدونم. غیر از این هست، خواهش میکنم بینندگان عزیز دقت کنید، خداوند در مورد انبیا صحبت کرده دیگه، خواهیم کرد. خب در ادامه آیه فرمودن که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعدا سخریا. قانون رزق و روزی میگه ما قرار دادیم همه را به هم دیگه محتاج کردیم، فقیر و غنی هست، متوسط الحال هستن، اما همه با هم محتاج هم دیگه هستن. لیتخذ بعضهم بعدا سخریا، همه نیازمنده هم دیگه قرارشون دادیم در این زندگی دنیا. میگه همه شما نیازمنده هم دیگه هستید، حالا تو میخوای بیای برای خدا تکلیف معین میکنی؟ رزق و روزیت من دارم میدم مادی، تو حالا میای کسی دیگه نیست که به تو رزق و روزی بدهد. رزق و روزی خدا قرار داده، قانون رزق و روزی هم خدا قرار داده. داره چطوری میای به خودت جرأت میدی که برای خدا تکلیف مشخص کنی که تو باید اینگونه فردی بفرستی که من بهش ایمان بیاورم؟ مقایسه کنید این دو سخن. اهل کتاب هم میبینیم که خب قرآن که رد کرد، دیدیم اهل کتاب هم بار دیگه همین ادعا را داشتن. اهل کتاب هم میگفتن که اگر با این شرایطی که ما میخوایم، خدا به ما یک شرط و شروط هایی قرار داده، برای خودش میزانی قرار داده، گفتن اگه بر اساس این میزان باشه پس تو پیامبر خدا هستی، وگرنه پیامبر خدا نیستی. آیه را با هم دیگه ببینیم و بشنویم آیه را هم با صدای استاد محمد ایوب بشنویم.
میگن اینا کسانی هستن که ادعا میکنن، میگن که ما با خدا یک عهد و پیمانی داریم، خدا به ما این سفارش کرده که به هیچ پیامبری ایمان نیاریم مگر اینکه یک قربانی بیاد داشته باشه، قربانی بیاره، بعد آتشی از آسمان بیاد و این قربانی را بسوزاند. پس این میزانی برای خودشون به دروغ قرار داده بودن. خدا می فرماید که بگو پیامبران قبل از من با آیات روشن و با همین چیزهایی که الان شما می خواهید اومدند، همین در شرع شما بوده، اما اونها را کشتید. چرا اونها را کشتید؟ اگه واقعا راستگو هست چرا؟ پس اینجا اینا میگن که دلائل صدق نبوت، میگه دلیل نبی بودن یک قربانی بیاره، یک گوسفندی چیزی بیاره، آتشی از آسمان بیاد اون از بین ببره، این نبیست. پس این یک میزانی برای خودشون قرار دادن که خدا اونها را تکذیب میکنه دیگه، خدا اونها را تکذیب میکنه. میان برای خدا، برای رد نبوت، برای خدا تکلیف مشخص میکنن، حکم میکنن بر خدا، خودشون حاکم قرار، میزانی که خودشون قرار دادیم. اینجاست که وقتی ما میگیم برادر عزیز، وقتی وارد قرآن میشی با ذهنی صاف، قلبی پاک، بدور از این اعتقادات، این قواعدی که درست کردن وارد شد، قاعده‌ای که توسی و سایر علمای روافض درست کردن، 100% ضد قرآن هست، یعنی انکار نبوت همه انبیا. ما نبی نخواهیم داشت بر اساس گفتار آقای توسی و همفکرانش، ما یک نبی هم نخواهیم داشت دیگه. وقتی که همه پیامبران، سرور پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دچار اشتباه شدن، بشر بودن، اشتباه کردن، بعد میاد میگه که اگه اشتباه کرد نبی نیست. خب این قاعده که قرار داده یعنی چی؟ سوال اینجاست، تو وقتی میگی که نبی بایست اینگونه باشه، قبل از نبوت، بعد از نبوت، نه فراموش کند، نه عمدی، هیچ گناهی کبیره و صغیره مرتکب نشود، قانون گذاشتی. حالا اگه مرتکب شد چی آقا؟ چی میگید؟ میگه که عمدن و فراموشی، پس نبی نیست دیگه. یعنی اگه بگه من نبی خدا هستم، نیست. پس بنابراین اصلا آقای توسی نبوت محمد مصطفی قبول نداره و این کتاب را هم قبول نداره که بر پیامبر نازل شده باشه. در نتیجه حتی امامت حضرت علی هم قبول نداره دیگه، تموم شد. از کجا اومده امامت حضرت علی؟ از کی گرفته مشروعیت شما میگید؟ مگه نمیگید که از رسول الله صلی الله علیه و آله گرفته؟ تموم شد. کل همه چیز با یک قانونی میذارن که خلاف قرآن هست. اگه فکر میکردن این قانون رو بر قرآن عرضه میکردن ابتداعاً، قبل از اینکه درست کرده بعد میاد دنبالش میگرده، حالا حاضرم نیستن که این قانونشون وقتی که دیدن اشتباه است عوضش کنن، میگن آقا خلاف قرآن هست. نه، این قانونی که این رجال درست کردن مقدس هست، قدسیت این از قرآن و از پیامبر و از ائمه بالاتر هست. همیشه اینو میگیم که روایت هایی که درست میشه، افرادی که این روایت ها را درست میکنن در نزد آقایون روافض مقدس هستن، روایت مقدس هست، حتی اگر بر علیه امام باشه، قدح و مذمت امام باشه، مذمت رسول خدا باشه، اشکال نداره، تأویلش میکنن. نبایستی روایت خدشدار بشود. روایت رو اگه بخوان خدشدارش کنن، کنار بذارن، دیگه چیزی نمیمونه، چیزی ندارن. اینجاست که روایات، افراد مقدس هستن، قابل نقد نیستن. حالا امام تأویل میشه، عمل امامو تأویل میکنن، عمل پیامبر رو تأویل میکنن،
بگوییم بدی هایی که به این بزرگان نسبت داده من تعویلش میکنن، اما روایت چی؟ مقدس است، حرفی نداره، نبایستی اعتراض کرد. بدون که فکر وقتی جاهلی است، همطور که گفتم فکر جاهلی این گونه است. قرآن چرا این توصیفاتو میکنه؟ اونها را به عنوان ظلمت ها معرفی میکنه. فکر جاهلی، فکری که برای خدا میاد تکلیف مشخص میکنه، یک فکر تاریک است. اگر در بر اساس قرآن بود، در نور قرآن اومده بود، هیچ وقت این قاعده را نمیگذاشت که بایستی قبل و بعد از کبیره و صغیره معصوم باشد. حالا چه کار میکنیم با آیات قرآن؟ در مورد داوود، در مورد سلیمان، ایوب، موسی، هارون. موسی علیه السلام شما چی توجیه میکنید وقتی که برگشت از سوی طور و دید که بنی اسرائیل مشغول به گوساله پرستی شدند؟ الواح را انداخت و اخذ به رأس اخیه یجره الیه، سر و ریش هارون رو گرفت کشید به طرف خودش، عصبانی شد که چرا اینها رو باز نداشتی؟ الا تتبعنی افعصیت امری. خب این چیه؟ اگه ظلم نکرد در حق هارون؟ هارون که ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به و ان ربكم الرحمن فاتبعونی، بهشون گفته بود. اما موسی از شدت عصبانیت وقتی دید این گونه هست، به شدت بر موسی بر هارون خشم و غضب گرفت، موی سرش و ریشش رو گرفت، جور رو الهی به طرف خودش کشید. چه تعبیری میتونید بکنید؟ یه نبی الان اینجا اشتباه کرده، این گونه اون رو متهم کرد، افعصیت امری، این مگه معصیت نیست؟ قاعده از کجا شما درست کردید؟ آقا مگه من نمیدونم انسان کسی که مسلمان هست خب باید این قرآن رو بخونه بعد قاعده رو درست کنه؟ اینه به عنوان اصل در امامت قرار دادید دیگه، اصول فکری امامی این از عصمت. و اونجا هم خوندیم که میگه که اصلا این قضیه مهمترین قضیه هست، مهمترین قضیه اینو میگه. دقت کنید اینجا در این مبحث چی میگه؟ برجسته ترین مبحث امامت هست. صفحه لپتاپ داشته باشیم، دقت کنید، میگه کیف الامام، صفت امام اینه. این بخش میگه در حقیقت برجسته ترین مبحث امامت هست. اینا هاشه. عصمت در رأس جمیع صفات والای امامت میباشد که با وجود عصمت سایر کمالات نیز به تبع اون وجود دارد. تموم شد. اصل اینه، مهمترین قضیه میگه، میگه تا خب وقتی بحث امامته، نبی هم که دیگه میاره دیگه، بعد میگه که تساوی امام با پیامبر نیست فلان از این حرفا. خب دیدیم که میگه که توسی میگه که نبی، انبیا و ائمه باید اینگونه باشن. چطوری شما میایید قانون میذارید خلاف قرآن هست؟ خب بعد از این میبینیم که خداوند در سوره مبارکه حج خیلی جالب، دقت کنید، چون که الله یصطفی من الملائکه رسولا و من الناس ان الله سمیع بصیر. بشنویم با هم آیه را.
چون که الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، خداست که استفا میکند، بر میگزیند، انتخاب میکند از میان فرشتگان و از میان مردمان پیامبرانی را، پیام رسانانی را. خداوند شنوا و بیناست، از گذشته و آینده آنها کاملا خبر دارد و بازگشت امور به سوی خداست. سوال اینجاست، وقتی که خداوند موسی را به عنوان نبی انتخاب کرد، از گذشته موسی خبر نداشت؟ اگه نمیگید که لا ینال عهد الظالمین، یعنی اگر نبی باشه اشکال نداره که ظالم باشه؟ ظالم شما در شرط نبی اینه که ظالم نباشه دیگه، معصوم باشه، هیچ اشتباهی نکند. خداوند از گذشته موسی خبر نداشت که او را به عنوان نبی انتخاب کرد؟ یا از آینده موسی علیه السلام خبر نداشت که موسی چگونه با برادرش هم رفتار خواهد کرد؟ یا در مورد ایوب، یونس علیه السلام خبر نداشتن که وقتی که به نبوت مبعوث شد، در نبوتشون چه کار میکنن، بعد در زمان نبوتشون چه کارهایی میکنن، خبر نداشتن؟ یعقوب علیه السلام، خداوند از آینده یعقوب وقتی که به نبوت مبعوث شد خبر نداشتند که فرزندانشون بعد متهم میکنه که شما دارید راست نمیگید، دروغ میگید، مگه این گناه نیست متهم کردن دیگران؟ خب در این قضیه هم بیگناه بودن. زمانی گفتن که برادر یوسف دزدی کرده، خب ظاهر قضیه اینطور که بود دیگه، اما حضرت یعقوب ازشون قبول نکرد. خدا خبر نداشت؟ تلفن ها میتونید از نیم ساعت اول که تموم شد وصلش کنید، استثناءً بار دیگه فقط چهارشنبه. دوستان فقط خواهش میکنم در موضوع برنامه مون صحبت کنید، خارج از موضوع برنامه صحبت نکنید. بر صحبت ما مشخص هست و بیراه نرید. تشابهات اسمی و لفظی هم استفاده نکنید. خب خداوند از حال و آینده و گذشته همه انبیا با خبر بودند، کلن با خبر بودند. بعد میاد اینها رو به عنوان نبی انتخاب میکنه. موسی علیه السلام که در قصر فرعون بزرگ شده و بعد یک دفاع از یک مظلومی مشتی میزند، نمیخواسته اونو بکشه، عمدی نبوده، عمدن که اونو نکشت، مشتی میزنه و طرف کشته میشه. خداوند نمیدونست؟ خداوند خبر نداشت که موسی علیه السلام مرتکب این اشتباه، این گناه شده؟ جناب آقای طوسی، آقای صدوق، آقای مفید، آقای فلان، آقای فلان، خداوند خبر نداشت که این فردی که الان شما به نبوت انتخاب کردید قبل از نبوت مرتکب این اشتباه شده؟ پس بر اساس معیاری که جناب آقای طوسی و هم فکرانشون قرار دادن، موسی نبی نیست. پس اینجا خط میکشند، باید کشید روی نبوت موسی علیه السلام. معیاری است که آقای طوسی قرار داده دیگه. لا ینال عهد الظالمین، اینا ظلم کردن، کوچکترین ظلم انسانو محروم میکنه دیگه، معصوم نیست دیگه، تموم شد. نوح علیه السلام وقتی که دعا کرد ان ابنی من اهلی، خب
و این وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. صفحه لپتاپ هم ببینید. نو پروردگارشو ندا زد، گفت بار الله پسرم از اهل من هست، وعده دادی که خانواده تو نجات میدن و تو احکم الحاکمین هستی. بعد چی گفت خدا به نوح؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک، این دیگه از خانواده تو نیست، انه عمل غیر صالح، یک انسان کاملا ناصالح است. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، آنچه که نمیدونی از من نخواه. وقتی چیزی میخوای با علم از من بخواه، بدون که چی داری از من میخوای. این چی بهش میگن؟ جناب آقای طوسی، این معصیت هست یا نه؟ اینی اعیدک ان تکون من الجاهلین، مبادا که از جاهلان باشی. بعد نوح چی میگه؟ دنباله آیه ببینیم. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. اگه خدای من به تو پناه میبرم از چیزی که نمیدونم از تو بخواهم، اگه منو نیامرزی خب زیانکار خواهم بود. چی میگید اینجا؟ اكن من الخاسرين، اگه من را نیامرزی و به من رحم نکنی. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم جناب آقای طوسی. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. خواهش میکنم بفرمایید. جناب حسینی دو سه نکته رو من میگم بعد از محضرتون استفاده بکنم. تو موضوع برنامه مون هست؟ تو موضوع برنامه هست؟ آره در مورد موضوع. بفرمایید. در مورد موضوع. بله. تو اون لحظه که پیامبر گناه میکنه، تو اون لحظه ما تکلیفمون چیه؟ باید تبعیت بکنیم یا نه؟ اگه بگید تبعیت لازمه، این تجویز گناه، یعنی با دست خودمون اجازه گناه دادیم و گفتیم که برو و گناه کن. اگه بگید نه تبعیت نکنیم، خب وجود پیامبر لغو و بیهوده و من نمیتونم تشخیص بدم که کی باید تبعیت بکنم و کی نباید تبعیت کنم، لغو میشه. این نکته اول که من میخوام از محضرتون استفاده کنم. نکته دوم این که گفتید چیه؟ فقط از روایات استفاده میکنه، از قرآن نه. خب جلسه گذشته من این آیه رو خوندم، لا ینال اهل الظالمین، که قرآن تصریح میکنه که اون کسی که، البته بحثمون تو بحث امامت بود، اونجا شما خلط مبحث کردید و نبوت رو مطرح کردید، که هر کی به میخواد به مقام امامت برسه نمیتونه ظالم باشه. در مورد اسمت نبوت هم خب آیه مشخصه، به طور مطلق میگه اطیع الرسول. خب خداوند حکیم وقتی به طور مطلق میگه اطیع الرسول، از پیامبر تبعیت بکنید، اگه این دارای خطا بود، از احتمال خطا هم داشت، نمیتونست به طور مطلق بگه. شما مقید دارید اونو لطف کنید بفرمایید. و مطلب سومی که میخوام بگم اینه، پیروی جلسات گذشته، پیامبر رو شما امام میدونید یا نه؟ اگه حضرت ابراهیمه، یا میتونید بگید اصلا پیامبر رو ما افضل از حضرت پیامبر نمیدونیم. انشالله. و مطلب بعدی و آخری که میخوام بگم اینه، بعضی از علمای شما مثل شاه ولی الله دهلوی و سبکی گفتن خلافت اصلی از اصول دینه، برای این دلیل برهانی دارید؟ یا مثلا میگن من انکر خلافت صدیق فهو کافر، هر که خلافت ابوبکر رو انکار کنه کافره، دلیل برهانی دارید یا نه؟ انشالله. بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای رضایی بفرمایید. سلامت باشید جناب استاد. خواهش میکنم. بفرمایید. متشکرم. جناب استاد، من قبلا هم متذکر شدم خدمت از دال که کلمات را در چیدمان و در بیان، ادای بیانشون وقتی خود جابجا بکنیم، چیزا و حرفها را خیلی معنا عوض میشود. طوسی نمیگوید ما به پیامبری ایمان می آوریم که دارای چنین صفاتی باشد، میگه پیامبری ایمان آورده ای به دارای چنین صفاتی بوده است، متصف به این صفات است پیامبری که بهش ایمان آورده. حالا اگه نباشه چی؟ حالا اگه نباشه؟ یعنی نبی نیست؟ نباشد. بله اگر نباشد
شما دو تا مثال زدید، یکی ظلم را که یکی در حضرت موسی علیه السلام را شاهد آوردید، یکم حضرت یونس علیه السلام. در ببینید حضرت موسی و حضرت یونس ظلمی را که قرآن می‌فرماید ظلم در شرک است. کسی که شرک باید ببرزد عهد ما به اون نمیرسد. این ظلم های اینجوری که با توبه با استغفار به شرط چیزش کرد به شرط جبران شکست، این رو منظور حضرت رب العالمین نیست. و از اون گذشته خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم طوسی نمیگه به خاطر اینکه خدای عالم ولایت به او داده است، انبیاء سلف رسول الله ولایت ندارند. حالا این چیزی که فرمودید درسته، این چیزیست که ما اعتقاد داریم که لا ینال عهد ظالمین، اینجا ظلم منظور شرک هست و کسی است که اصرار بر گناه میکند، تعمد میکند، یعنی امامت در دین به کسی نمیرسه که مشرک باشه، امامت در دین به کسی هم نمیرسه که ظالم باشد. اما که انسان اشتباهی کند، گناهی کند، برگردد به سوی خدا، این چیز طبیعی است، این ناقض امامت در دین نمیشه. همه اشتباه کردند. اگه موسی را شما را به عنوان امام بنی اسرائیل میشناسید یا نه؟ موسی را به عنوان امام بنی اسرائیل میشناسید. خب پس وقتی که گفت که در نبوت خاتم الانبیا هست، اشکال نداره، بذارید اونو بذاریم کنار. شما اونو به عنوان امام قرار دادید و میگید که امام اگه ظالم باشه دیگه ازش امامت سلب میشه، ظالم ازش امامت سلب میشه. موسی فرمودن که رب اینی ظلمت نفسی. پس اینه که قاعده ای که شما گذاشتید و بعد در اینجا صفحه لپتاپ هم ببینیم آقای رضایی که اینجا در این مقاله ای که چاپ دانشگاه علامه طباطبایی هست، اینو با هم دیگه ببینیم چی میگه. میگه که طبق این آیه، صفحه لپتاپ داشته باشیم، هر کس اگر کسی مرتکب هر نوع ستمی در هر مرحله از زندگی خود شده باشد، شایستگی این مقام شامخ الهی را ندارد. اگر کسی در نوجوانی مرتکب گناهی شده باشد و بعد توبه نموده باشد، نیز مشمول این آیه می گردد. چون گناه ظلم به نفس یا ظلم به غیر است که بارها خداوند در قرآن گناهکار را ظالم معرفی کرده است. پس بر این اساس حضرت موسی نه امام هست و نه نبی، چرا که در تعریف اینه که میگه که فالعصمت و شرط اساسیون لجمیع الانبیاء والائمه. یک چیزی گذاشتید که خیلی واقعا انسانو توی دردسر و تو چالش میندازه، نمیدونی هم چیکار کنی دیگه. حالا شما هم واقعا در اینجا توش میمونید آقای رضایی. میگه که عصمت میگه شرط اساسی است. حالا چیکارش میکنید شما؟ میگه که اساسی است برای همه انبیا. تو من اینو بخونم براتون با اون دوست قبلیمونم، سواء فی الذنوب الكبيره او الصغيره سواء قبل النبوة والإمامة وبعدهما على سبيل العمد والنسيان. به هیچ عنوان در هیچ مرحله از زندگیش نبایستی گناهی انجام بده. شما در اینجا نبوت محمد مصطفی هم بر اساس این تعریف قبول ندارید. استغفر الله. بر اساس این تعریف هست دیگه. اگه شما به این تعریف ایمان دارید، پس طبیعتاً به نبوت محمد مصطفی هم ایمان ندارید، چون اونو نبی نمیدونید دیگه، معصوم نیست دیگه. ما این تعریف را بر این اساس قبول داریم که خدای عظیم که خودش او قانون رو گذاشته، فرموده است خلافت و ولایت و امامت و رسالت عهد من است و به ظالم نمیدهیم. و حضرت موسی را خودش برانگیخته و حضرت موسی عرض کرده است که خدایا من به ظلم به نفس خودم ظلم کردم. اگر اون ظلم از دست ظلمی بود که نباید به دعات الالله برسد خلافه، خب قطعا حضرت موسی را خداوند بر نمی آید. یعنی الان قتل، این قتل ظلم هست یا نه؟ نمیخواست بکشه، فقتله. بعد موسی اعتراف کرد رب اینی ظلمت نفسی، خدایا من به خودم ظلم کردم. شما اینو چی میفرمایید؟ خب خدای عالم در دعوا بهش فرمود. خب
فغفر له. میگه که این جناب آقای طوسی اینا معتقد هستن حتی اگر در قبل از نبوت گناهی مرتکب باشه خلاص تموم شد، دیگه این نبوت شاملش نمیشه، نمیتونه نبی باشه. یعنی اینکه من اصلا این که آقای طوسی میگه من نبوت موسی رو قبول ندارم بر اساس این، دیگه نمیخواد که علنا بگه. بابا شرطی گذاشته، شما یه قاعده گذاشتید، وقتی تو این قاعده شما بر اساس این قاعده میایید وزن میکنید، موسی رو میخواد میذارید تو این میزان، میبینید آقا موسی شامل این قاعده نمیشه، قبل از نبوتش مرتکب گناه شده. بفرمایید جناب آقای حسینی، طوسی زمانش زمان آل عمران نیست که تازه پرونده آل عمران میخواد بسته بشه و پرونده آل ابراهیم باز بشه و بعد قانون شرط بگذاره. پرونده انبیا بسته شده و اون چه که در انبیا بوده است ما به خاتمیت ایمان آوردیم، میگه پیامبران دارای این صفات حسنه هستند، متصفن به این صفات، و پیامبر اگر ظلم باشه ظلم ظالم باشه ظلم از اون دسته قرآن. خب اگه ظلم کرد چی؟ آقا قتل ظلم هست یا نه؟ قتل نمیخواست بکشه، مگه خودش نمیگه؟ صفحه لپتاپ رو ببینیم آقای رضایی، آیه رو ببینید شما، آیه رو میگه چی؟ بله میگه که فوکزه موسی فقضا علیه، یه مشتی زد اونو کشت. قال هذا من عمل الشیطان انه عدو و مضل مبین. تموم شد. حالا بریم اینجا چی میگه بعد؟ میگه که قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. گفت خدایا من به خودم ظلم کردم، این بنده خدا کشتمش، منو بیامرز، ظلم کردم، منو بیامرز، خدا هم آمرزید. ولی شما میگید خدا بیامرزد هم دیگه هم شامل نبوت نمیشه. ما اینو نمیگیم آقای حسینی. جناب حسینی ببینید، موسی یه نفر را بزده با مشتتش، میگه خدایا من به خودم ظلم کردم. لا ینال عهد الظالمین بس چیه؟ عرض کردم که ظلمی که این دهست ظلم در شکل نیست که خاتم الانبیا چند نفر رو کشته از نهای شمشیرش گذرونده، گفت خدای من ظلم کردم. رسول الله النبی نه اونجا تو جنگ، تو جنگ بوده غیره، نه نه تو جنگ بوده غیر هست، ولی این که اینجا یه فردی بوده که بدون هیچی مقدمه، بدون اینکه چیزی شده باشه زد کشتش، گفت اه چرا این کار، من نمیخواستم بکشمش. اونجا تو جنگه، جنگ میخواد بکشد، کشته میشه یا بکشد، اونجا فرق میکنه. بس شما یه کافر مشرکی برابرت ایستاده، اون فرق میکنه. اما در اینجا وقتی بله بفرمایید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اما موسی که این به متصف به صفت نیست که. یعنی چی؟ شما اینو ول کن، اصلا بحث ما این نیست اولا بالمؤمنین، بحث اسمتی که شما قرار دادید با این شرط، با این قاعده‌ای که شما قرار دادید، نه محمد مصطفی نبی خدا می شمارد جناب آقای طوسی، و نه موسی، نه ابراهیم، نه نوح، و نه یونس، نه ایوب، نه و نه هارون و نه فلان، هیچ کدوم نبی نمیدونه. یعقوب نبی نیست، سلیمان نبی نیست از دید آقای طوسی، داوود علیه السلام از دید آقای طوسی نبی نیست، اشتباه کرده تو حکمش. خدا میگه که پیامبر این داوود در این قضیه اشتباه کرد. جناب آقای حسینی، خاتم الانبیا اسمت کلیه دارد، اسمتی که برای خاتم المرسلین هست برای انبیا سلف او که نیست که. یعنی چی؟ آقا شما دارید میگید که همه انبیا بایستی این صفت رو داشته باشن، معصوم بودن همه انبیاست. من میگم که این قاعده‌ای که جناب آقای طوسی و همفکرانشون گذاشتن خیلی چالش برانگ، دردسر براتون میشه، واقعا براتون دردسر. نمیدونید چه کار کنید الان، شما کلا نمیدونید چه کار کنید با این قاعده‌ای که گذاشته. یا بایستی آقا این قاعده بگید که دروغ هست، خلاف قرآن هست، قبولش نداریم، یا اینکه قاعده قبول کنید نبوت کسی نمیمونه، یا طوسی قبولش کنید. حالا با همین قاعده که شما میفرمایید، حضرت موسی و عمل کردش رو میذاریم در یک جبهه ترازو زده، یه نفر رو کشته،
داره میگه خدای ظلم کردن به خودش. این رو با عصمت ادب چجوری میخواد با عدم عصمت حضرت موسی بخواد تطبیقش بدی؟ چون یه نفر رو زده کشته میگه خدای من ظلم کردن. مگه نمیگه باید از ذنوب کبیره و صغیره قبل از نبوت و امامت و بعد از نبوت و امامت مرتکب نشه، نه عمدن نه اشتباهن؟ چی میگید این؟ خب خداوند، آیا خداوند او رو ظالم، او رو در زمره ظالمین قرارش داد؟ خب همینه، همین ایراد بر جناب آقای طوسی میاد که اگه قرآن خونده بود، قرآن بلد بود، فهمیده بود قرآن، این قاعده را نمیگذاشت. این حرف شما کاملا درسته، این ایرادیست که بر آقای طوسی وارد میشه. جناب آقای طوسی، آقای طوسی که اومد این قانون گذاشتی، میگی که نبایستی به هیچ عنوان هیچ گناهی مرتکب شود. دیگه نمیگه کالا، میگه توبه بکند نکند، بعضی دیگه میگه به هیچ عنوان مرتکب نمیشه. اینجا مرتکب شد، چه کار میکنید الان؟ مرتکب شده. جناب آقای گستانگی، من اعتقادات هم رو از زیر قلم مرحوم طوسی ها گرفتم. بفرما شما اینو. پس اینو شما قبول دارید سخن طوسی رو؟ صفحه لپتاپ ببینید زیرو. این تعریفی که در مورد پیامبر و عصمتش میکنه، میگه فل عصمت و شرط اساسی لجميع الانبیاء والائمه سواء في الذنوب الكبيره او الصغيره سواء قبل النبوه والامامه وبعدهما على سبيل العمد والنسيان. این که شما میگید شاگرد طوسی هستن، جناب آقای طوسی میگه که هیچ گناه کبیره و صغیره ای قبل از نبوت و امامت و بعد از نبوت و امامت نباید مرتکب شده باشه، نه عمدن و نه فراموش کرده باشه. شما چی میگید اینجا؟ بله این درسته. درسته؟ این درسته. بله ها درسته. پس حضرت موسی در اینجا نبی نیست. پس حضرت موسی نبی نیست. حضرت موسی نبی هست. چرا باشه؟ خدا گفته، ولی طوسی میگه نه. طوسی میگه که کسی که طوسی و هر کس نظریه طوسی رو قبول داره، میگه از دید ما موسی نبی نیست، چون که در بعد قبل از نبوت مرتکب اشتباه شد، ظلم کرد به خودش دیگه. او عصمتی را که برای حضرت موسی مرحوم طوسی و طوسی ها متصدرن به خاطر اینکه اینها رهنمای بشر هستند، و اگر ما بیام شما اون بخواد بگه اینا خطا کردن، گناه کردن و احتمال خطا و اشتباه درشون هست، که این خب اینا دیگه نمیشه ازشون اطاعت کرد. درست شد. پس همین میگید دیگه شما، پس درست میگید دیگه، همین سخن طوسی میگید، یعنی پس موسی اشتباه کرده، نبی نیست. شما همین میگید، شما همین میگید، میگید چون موسی قبل اشتباه کرده پس نمیشه قدوه و الگو باشه، پس نبی نیست. اگر در قرآن از لسان الله ما مطلبی داشتیم که گفته موسی اشتباه کرده، حضرت موسی یه فعلی ازش صادر شده به سوی خدا استغفار کرده، خدای من ظلم کردم، خدای من فرمودش که بخشید. خب کشته، آدمی کشته، خودش اعتراف میکنه، خدا دردش نقل میکنه، خدا میگه من بخشیدمش. شما میگید که چی میگید اینجا شما؟ آقا قاعدتون خلاف قرآن هست، چرا خودتون به در و دیوان، چرا میخواهید حرفایی میزنید که انسانو به خنده میاره؟ بابا این قاعده خلاف قرآن هست. خب باش، اشکال نداره بیایید اینجا سخن نوح علیه السلام شما چی میگید، یا دقت کنید سخن نوح. من اصلا سخن البته سلیمان هم میرسیم علیه السلام، انجا که حضرت چیز نوح علیه السلام وقتی فرمودن که صفحه لپتاپ داشته باشیم، اینجا چی میگید؟ مگه خدا بهش نمیگه که فلا تسألن ما لیس لک به علم اینی اعیدک ان تکون من الجاهلین، از من چیزی که نمیدونی نخواه. پس این با بحث عصمت که شما ساختید اصلا با همخوانی نداره، 100% ضد این قاعده است که شما درست کردید. چیزی که نمیدونی از من نخواه، سفارشت میدم که از جمله جاهلان مباش. بعد چی میگه؟ قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم و الا تغفر لي و ترحمني اكن من الخاسرين، بار الله به تو پناه میبرم از اینکه چیزی از تو بخواهم، خدای من توبه کردم.
بعد میگه اگه من نیامرزی به من رحم نکنی از جمله خاسرین خواهم بود. پس اینجا همین اینکه دعا کرد از خدا خواست اعتراض گفت که خدا یا فرزندم از خودم از خانوادم تو به من وعده دادی، این به عنوان یک گناهی است جناب آقای طوسی. پس در اینجا بر اساس این گناهی صغیره، صغیرم میگم نمیگم کبیره، صغیره، پس نبی نیست. این بعد از نبوتش هم هست، بعد از هزار سال دعوت دادن جناب آقای طوسی قانون گذاشته میگه نوح نبی نیست. جناب آقای حسینی اجازه شما صحبت داده ببین، من حضرت نوح علیه السلام با وعده‌ای که خدا بهش وعده داده آثار عذاب فارت تنور، وقتی فارت تنور شد این آسمان آب میگیره، مردم رو به سوار کن، تمام این شرایط مسئول به پسر چند بار گفته بیر سوار شو، گفته من میرم به کوه ها بنام برم، اینا هیچ حرفی نیست، آسم نیست، اینا رو نپذیرفته. بعد سوار نشده، حالا حضرت نوح داره میبینه داره رو آب دست و پا میزنه، میگه خدا پسرم، خدا پسرم، میگه لیس من اهله، عاطفه چیه پس این؟ پس این گناه نیست اینجا؟ مخالفت خدا بهش گفته میگه که این از خانوادت نیست، من وعده داده بودم که خانواده مؤمنت، این که مؤمن نیست. پس اینجا میگه که این کار تو نادرست هست، این گناه مرتکب شدی، میگه خدا منو ببخش، معذرت میخوام. اگه من نیامرزی همین تقاضایی که تو از تو کرده ام زیانکار خواهم بود. گناه کبیره من میگم نیست، خب هیچی، گناه صغیره قرارش بده. جناب طوسی میگه که اینجا مرتکب گناه صغیره شده، پس پیامبر نیست. نوحی که هزار سال 950 سال دعوت داد، پس پیامبر نیست. آقای حسین، انبیا عبدن، خلقن، مخلوقن و بین مخلوق و خالق مطالبی که رد و بدل میشه، بعد اونها این نیست که بخواید بیا در قرب شما باش تطبیقش بکنی که حضرت نوح با چی میگه؟ آقا اینکه واضح هست به لسان عربی مبین. آقای رضایی شما دیگه مجبورید، در من گفتم که یه قاعده جناب آقای طوسی درست کرده و هم فکرانشون، شما هم بهش ایمان دارید، حسن ظنی که به طوسی دارید، این قاعده شما رو واقعا سرگردان میکنه. وقتی که آیات قرآن میذاری در برابرش، حالا نمیدید چیکار کنید، میخواهید سخن طوسی رد کنید، کل بحث این امامت و فلان همه تموم شد، بر فنا میره. اما اگه بخواید این قائن رو بردید مقایسه میکنید با قرآن، خب نوح علیه السلام پس دچار این گناه شده، بعد از نبوتش هم بوده 950 سال. خب خیلی واضح است آقای رضایی، چرا شما اینقدر خودتون رو چپ و راست میزنید؟ من این سوال آخرم از شما میکنم. بله بفرمایید. آیا اونچه که حضرت نوح علیه السلام با پروردگار عالم عرض میکند نقص حضرت نوح است یا براش کمال است؟ اگه این بحث کمال باشه میگه چرا و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. پس نقص است. نقص است؟ پس نقص است. به زعم شما، به زعم ما، من آیه قرآن برات میگم، شما دقت کنید. رب اینی اعوذ بک ان اسالک، بحث نقص و کمال نیست، یک تقاضایی کرده، تقاضا کرده فرزندمو نجات بده، خدایا تو به من وعده دادی که خدایا اهلتو نجات میدم، اما این فرزندم از اهل من هست، وعده تو حق هست. بعد خدا میگه که این از اهل تو نیست، این انسان ناصالحی است. فلا دقت کنید، شما اصلا خدا چی بهش میگه؟ شما چرا میخواید آقای رضایی چرا اینطوری توی چیزا میرید؟ خدا چی بهش میگه؟ این فلا تسألن ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاهلین. اون عباراتیه که بین خود یعنی چی؟ برای چی اومده تو قرآن؟ برای چی تو قرآن اومده؟ بفهمیم از انبیا اطاعت میکنیم، اینا برای انبیا نقص نیست، اینا کمال انبیا بوده. خدا بهش میگه از جاهلان نباش، بعد میگه خدایا منو ببخش، من اشتباه کردم، میگه من اشتباه کردم خدایا. پس از جاهلان بودن. خدا داش بهش میگه تو این قضیه از جاهلان نباش، این تقاضا نکن، این با قضیه اسمت شما تو بحث و منحرفش نکن. بر اساس گفتار جناب آقای طوسی و همفکرانتون نوح نبی نیست،
اصلا نبی نیست. آقا نوح نبی نیست شما میگید؟ آقای حسینی بله، شما جرأت شما اصلا به نظر از نظر من نخواهید. من آیه قرآن براتون آوردم، میگم که جناب آقای طوسی داره میگه که این قاعده هست، قاعده طوسی این هست، پس بر اساس این قاعده نوح علیه السلام نبی نیست. شما دیگه هی نرو تو چی میگی من چی میگم نیست. جناب آقای رضایی، آقای رضایی قضیه رو وارونش نکن، من دارم میگم اینجا این آیه‌ای که قرآن فرموده کلن بر خلاف اعتقادی است که شما دارید. وقت ما هم تموم شده. خیلی خوب، پس بذاریم برای هفته بعد انشالله، بذاریم برای هفته بعد چون وقت کاملا تموم شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بینندگان عزیز همه باهاتون خداحافظی میکنم. الخطاب.